دوستان سلام به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید در ادامه خاطرات و استاد شهریار این بار نوست میرسه به خاطره شهریار با بانو دلکش خواننده خوش صدای ایرانی که از صداش به عنوان بانوی هنجر طلایی و یا آتش کاروان هنر اسم می بردن. اسم این ویدیو شهریار و دلکش سال 1335 شمسی بود حدود سه سال از تشریف فرمایی استاد به تبریز می گذشت. آن زمان منزل ایشان در کوچه چایچی واقع در خیابان پهلوی نزدیک کتابخانه ملی قرار داشت. در خانه زده شد. باز کردم. اتومبیل سیاه رنگی جلوی در ایستاده بود. خانم دلکش به همراهی دو نفر از هنرمندان بود. سلام کردند و خواستند که استاد را زیارت کنند. خبر آمدن ایشان را به استاد رساندم. با کمال حیرت ملاحظه کردم که استاد از پذیرایی ایشان امتناع نمودند. خانم دلکش و همراهانشان دلشکسته و معیوس برگشتند من که جوان بودم و علاقه به صدای دلکش به این کم لطفی استاد اعتراض کردم خاطرم هست که آن روزها مرحوم عزیز آقا موزیکال در مغازه خود صدای دلکش را پخش میکرد و همه مردم که من نیز یکی از آنها بودم جلوی مغازه جمع می شدیم و گوش می دادیم. وقتی خانم دلکش با آن وضعیت منزل استاد را ترک کردند هیچ دلیل قانع کننده برای این حرکت استاد تصور نمی‌کردم. که فرمودند حدود سالهای 1326-27 بود دلکش کم کم با صدای دلچسب و ششدانگی که داشت شهرتی کسب کرده بود در ردیف های موسیقی مخصوصا در دستگاه همایون گوشه زابل و در دستگاه ماهور و سگاه مویه را به زیبایی و زرافت تمام میخواند او جوان بود و جمالی هم داشت اهل بابل بود در نوجوانی به اسمت بابولی معروف بود. در سال 1327 یک بار او را به شام دعوت کردم. بسیار منتظر شدم اما نیامد. غزلی با نام انتظار ساختم. انتظار بازم شب ستاره تابان نیامدی. باز ای سپیده شب هجران نیامدی. شم ام شکفته بود که خندت به روی تو افسوس ای شکوفه خندان نیامدی. زندانی تو بودم و مهداب من چرا بازم شب از دریچه زندان نیامدی؟ با ما سر چه داشتی ای تیر شب که باز؟ چون سرگذشت عشق به پایان نیامدی؟ مگزار قند من که به یغما برد مگس توتی من که در شکرستان نیامدی؟ شعر من از زبان تو خوش سیده دل کند. افسوس ای غزال غزل خان نیامدی گفتم به خان عشق شدم میزبان ما نامهربان من تو که مهمان نیامدی خان شکر به خون جگر دست میدهد مهمان من چرا به سر خان نیامدی دیوان حافظی تو و دیوانه تو من اما پری به دیدن دیوان نیامدی نشناختی فغان دل رهگذر که دوش ای ماه قصر بر لب ایوان نیامدی صبرم ندیده ای که چه زورق شکسته است ای تخته ام سپرده به طوفان نیامدی عیش دل شکسته عزا می کنی چرا ای تویی که من به تو قربان نیامدی در تبع شهریار خزان شد بهار عشق زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی اوج شهرت دلکش باعث شده بود که اشخاص متنفذ اطرافش رو بگیرند و او جوان و سرمست از این موفقیت از من قافل شده بود در سال 1328 غزلی با عنوان جادوی بابلی ساختم و توسط یکی از خوانندگان برای او فرستادم جادوی بابلی تا جلوه می کنی به چمن سروی و گلی چون میزنی به نغمه بهاری و بلبلی شورافکن این ترانی دلکش به لعل توست یا بلبلی است در شکن قنچه گلی ابرو کمان رستم و گیسو کمند زال خود پهلوان به موی و دستان به زابلی لعل لب تو در شکن زلف پرشکن چون غنچه گلی که به شاخ قرمفلی از شهر بابولی و به این جادوی جمال دیگر فسانه نیست که جادوی بابلی تا چیست بال همت پروانه خیال آری تو شمع غرفه کاخ تخیلی غوغای شهر در پیت افتاده چون نسیم تا چون گلت به سوی که باشد تمایلی داروی عشق صبر و تحمل بود ولی تو خرمن گل آفت صبر و تحملی آواز دلنواز تو زانغنجی دهن گلبانگ بلبلی است که برخی زد از گلی گل شعر من به تطاول برد مگس توتی من چرا تو به چندین تقافلی ای دل چه دیدی از سر زلف پری وشان ای دل چه دیدی از سر زلف پریوشان کم کن خیال خویش پریشان مگر خولی او شهریار همسر ماه و ستاره هاست تو لاتلوت مشتری آسمان جلی بعد از این شعر دیگر از او خبری نداشتم آری خانم دلکش زمانی سراغ شهریار را گرفت که استاد کاملا منزوی شده و از همه خلایق بریده بود به طوری که استاندار وقت آقای سفاری با وجود اینکه چندین بار برای استاد پیام فرستاده بود تا به زیارت ایشان بیاید احوال استاد همانطوری که عرض کردم مساعد پذیرایی از استاندار نبود همان استانداری که در حق شهریار از هیچ کمکی دریغ نمی کرد. با این حال استاد تا آخر عمرشان از صدای دلکش تعریف و تمجید می کردند. دوستان مم. یک بار دیگه به پایان یکی از ویدیو خاطراتمون رسیدیم امیدواریم خوشتون اومده باشه ما را از نظرات و انتقاداتتون در کامنت ها محروم نکنیم تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم وقتتون به خیر و به امید دیدار